شیرپادشاه نماینده مارشال دوستم در کدامند ترور شد؟ امنیت ملی سه عضو شبکه القاعده را در نیمروز بازداشت کرد. طرح تازه وزارت معارف، صنف‌های اول تا سوم مکاتب به مساجد منتقل می شود. با یاد خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزو مندیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. امنیت ملی سه عضو شبکه القاعده را در نیمروز بازداشت کرد. ریاست امنیت ملی ولایت نیمروز اعلام کرد که سه عضو شبکه القاعده در شهر زرنج مرکز این ولایت بازداشت شدند. در اعلامیه این ریاست که امروز یک شنبه 16 قوس به نشر رسیده آمده است که مصطفی مشهور به احسان رئیس عمل بالمعروف و نهی از منکر گروه القاعده در ولایت نیمروز، حافظ عبدالعزیز مشهور به عاصم و آیت الله مشهور به حافظ اعضای گروه القاعده بازداشت شدند. در این اعلامیه ذکر شده که این افراد به جرمشان مبنی بر اشتراک در فعالیت‌های تروریستی و ترورهای هدفمند اعتراف کردند و حتی این افراد بالای محافظان بند اکمال خان نیز حمله کردند. بر بنیاد این اعلامیه نیروهای امنیتی ملی اطمینان می‌دهند که جلو هر نوع فعالیت تخریبی را در نیمروز خواهند گرفت. نیمروز یکی از ولایت‌های ناامن در این اواخر مبدل شده است. چندین بار گروه طالبان بالای پاسگاه‌های نیروهای دولتی حمله کردند. طرح تازه وزارت معارف، صنف‌های اول تا سوم مکاتب به مساجد منتقل می شود. وزارت معارف اعلام کرد که بر اساس طرح جدید این وزارت به تمام دانش آموزان صنف‌های اول تا سوم مکاتب در مسجد آموزش داده خواهند شد. طبق اعلام این وزارت، مساجد در اکوسیستم آموزشی شامل شده است. هدف این کار از سوی وزارت معارف تغییر ساختار این وزارت به هدف جایگاه محوری دادن به اسلام خوانده شده است. وزارت معارف افزوده است که فراگیری تعلیمات از سوی دانش آموزان در مساجد محلهشان تا صنف سوم سبب تقویت هویت قومی اسلامی در نسل دانش آموزان می شود. وزارت معارف این تغییر را بزرگ و مهم در عرصه معارف توصیف کرده و گفته است که اعمال این تغییرات ایجاب یک برنامه علاقه و گام به گام را می کند. در اعلامیه وزارت معارف آمده است که پیش از این تعلیمات عمومی مسئولیت تمام تعلیمات ابتدایی و ثانوی را بر عهده داشت، اما تعلیمات اسلامی تنها در قبال مدیریت دارالانفاس و مدارس مسئولیت داشت. بشیر احمد قاسمی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: شیرپادشاه نماینده مارشال دوستم در کدامند توسط افراد ناشناس ترور شد. همچنان باتور دوستم در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: پیام غمشرکی الحاج باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و نماینده مردم در پارلمان به مناسبت شهادت اسلام الدین شیرپادشاه رئیس شورای کدامن حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. با غم و اندوه آگاه شدم که حاجی سلام الدین شیرپادشاه رئیس شورای کدامن حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مورد آماج حمله افراد مسلح قرار گرفته. امروز در شفاخانه ایمرجنسی کابل جان به جان آفرین سپرد. انا لله و انا الیه راجعون. من این اندوه بزرگ را حضور خانواده، دوستان و مردم شریف و با عزت کدامن تسلیت عرض نمودم. جای شهید شیرپادشاه را فردوس برین تمنا می نمایم. شهید شیرپادشاه یکی از چهره های فعال و تاثیرگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در مناطق کدامن بود که از چند سال به این سو صادقانه خدمات چشمگیر را برای توسعه و گسترش فعالیت های این حزب انجام داده است. صداقت، تعهد و پایمردی شهید شیرپادشاه در چوکات حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان سزاوار ستایش است و این حزب از آن پاسداری می نماید. حمله ناجوانمردانه افراد مسلح ناشناس را با شدیدترین الفاظ نکایش کرده، ابراز امیدواری میکنم که نهادهای امنیتی و کشفی برای دستگیری و مجازات عاملین این رویداد تلاش‌های همه‌جانبه را انجام بدهند. من ضمن اعتهاف دعا بر روی شهید شیرپادشاه برای بازماندگان و اقاربش صبر جمیل از در رب رب العزت میطلبم. الحاج باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و نماینده مردم در پارلمان. سرور دانش به داستانی کل هدایت داد تا تخلفات در آموزش بکارت را به صورت جدی بررسی کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر
در نشست کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش داده است که آموزش پرده بکارت در بسیاری از مورد خلاف قانون انجام می شود و متخلفان از حکم قانون نیز مورد پیگیری قرار نمی گیرد. سروردانش به دادستانی کل کابل هدایت داده است که موضوع تخلف از قانون در آزمایش پرده بکارت را بررسی کند. جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه 15 مقص بر ریاست محمد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده است. طبق اعلامیه دفتر معاون دوم رئیس جمهور، این نشست گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد انجام معاینات اجباری پرده بکارت را بررسی کرده است. نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نشست گفته است که این نهاد و سایر نهادهای حقوق بشری خواستار تعدیل کد جزا و ممنوعیت کامل آزمایش پرده بکارت هستند. چشم‌انداز صلح افغانستان در شوهای تقابل شرق و غرب. مهدی نوری، تحلیل از خبرگزاری افق. با توافق روی سازوکار پیشبرد مذاکرات به اصول حل اختلافات، یک گام مهم در روند دوحه برداشته شده و انتظار همه طرف‌ها این است که پس از این تحول که به حدود 3 ماه بن‌بست پایان یافت، خطر شکست مذاکرات به حد اقل ممکن کاهش یابد و گام‌های جدی‌تر برای رسیدن به توافق روی آتش‌بس و تعریف یک ساختار سیاسی برداشته شود. با این حال توافق روی سازوکار پیشبرد مذاکرات تنها بستر گفتگوها را فراهم می‌کند و نتایج مثبت و موفقیت‌آمیز را تضمین نمی‌کند. بنابراین هنوز دشواری‌های بسیار بزرگی باقی مانده و اقدامات فراوان دیگری لازم است تا مذاکرات به توافق جامع و فراگیر بیانجامد و پس از آن تعهد، نظارت و صداقت کافی لازم است تا توافقات پس از آمده اجرایی شود. با این حساب این روند هنوز در ابتدای راه است و تنها با خوشبینی میتوان آرزو کرد که به نتیجه کامل و قطعی برای صلح برسیم، زیرا 40 سال جنگ به انشعاف نفرت و تعمق و فاصله میان طرفهای متخاصم منجر شده که ساز و دود آن در کوتاه مدت ناممکن به نظر میرسد. جابجایی قدرت در امریکا هم بدون شک روی چشم انداز این روند تأثیر میگذارد، گرچه بعید به نظر می رسد که بایدن این روند را به مثابه میراث ترامپ به طور کامل متوقف کند. از سوی دیگر منافع مشروع قدرت های مانند روسیه و چین، دخالت ها و جنگ های نیابتی همسایگان افغانستان و اهداف استراتژیک پاکستان هم از دیگر مسائل است که معادلات صلح و جنگ افغانستان را پیچیده می سازد و رسیدن به توافق در آینده نزدیک را دشوار می نماید. تشدید خشونت و عملیات تروریستی منصوب به طالبان باید پس از آنکه دولت کابل تحت فشار آمریکا مجبور به آزادی 5000 زندانی طالبان شد. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.